خیلی چاکرم و خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب من امروز یک مهمون داریم از یک تیوی آرام از کوکتل يو 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 تیوی يو چطوری؟, چطوری خوبی سلام کنم خدمت همه بینندگان پاشا مجلسی عزیز دکمه سابسکرایب یادتون نره بزنید خیلی وقت بود که کلا دوست داشتم با هم دیگه یه پادکست بگیریم صحبت بکنیم و اینا حالا جلوترم دلیلش میگم چرا ولی دیگه سابسکرایب و اینا رو هم گفتی بریم یه بریک بگیریم هنوز نیومده بیاین برو بریم توی ویدیو Go! من خودم خیلی موقع ها حالا هم مخاطبا هم مثلا خودم تو ذهنم این شکلیه که باحال میشد اگه یه سری کانتنت های رپی درست میکردم چون من خودم از اون اول اول پیگیر رپ بودم یعنی مثلا خودت هم میخوندی یه رو... تایمی اونو اونو بشاش توش اونو بشاش توش ببین به نظر من به نظر من تو رنج سنی ماها حالا یه ذره کوچیک‌تر یه ذره بزرگتر همه یه بار رفتن استودیو یه چیزی ریکورد کردن حالا یا گنگ خوندن یا عشقی خوندن یا دی هستش دیگه نخونده باشی اصلا فول رفتی ببینی میشه یا نه حالا یه سریا رفتن شد الانم خیلی معروفن یه سریام رفتن نشد الان تو کارخونه دارن اصلا یه تایمی میشه. تو زندگی هر ایرانی هست که با خودش میگه اینا وقتی میتونن بخونن من چرا نتونم و اون موقع که میره تو استودیو و آره من, ه... من هنوزم که هنوزه دنبال یه بهونه یه شری درست کنم پرت <applause> کنم تو این ولی آره اون که حالا بود واقعا ولی مثلا میگم تو خب حالا نمیدونم سن تو کلا گفتی یا نه ولی خب تو چند سال از من سنت کمتره اون تایمی که خیلی همه گیر بود رپ و اینا تو شاید دیرتر به اون تایم رسیده باشی نمیدونم از اون اول اول شای گوش دادی یا نه <applause> به از دره. اول اولش گوش دادم ولی مثلا اینجوری بود که چند وقت در روش گذشته بود ولی مثلا سنم خب خیلی کم بود ولی آره خب نه دیگه تو آره. مثلا فکر کن ما تو دبیرستان بودیم یهو یه پسره اومد با دیس آجیلی سامان ویلسون یعنی مثلا گفت این موزیک رو پری روز من ش... تازه مثلا اومده شنیدم و اینا مثلا من اون صحنه رو یادمه بعد ما داشتیم گفتیم این این چی داره میگه بعد من فکر می‌کردم میگه فلان 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 رفت رو عصا یعنی میدونی چی دارم بعد گفتم چرا اینو برن رو <تص> چه دلیلی داره رو اصا بعد من سه سال اینو بلند میخوندم که آقا فلان فلان رفت رو اصا ببین من که اولی همون سامیلسون من خواهرم خیلی گوش میداد بعد من مثلا اینجوری بود من اصلا چون بابام خودش معلم موسیقی بود و موزیکای خیلی مثلا قدیمیه مثلا بی بی کینگ نمیدونم خیلی مثلا چون متال و غرقاتی خیلی موزیکای قدیمی و اینو بی و خیلی مثلا موزیکا مال ده و هفتاد و اینا خیلی گوش میداده و منم اینجوری بودم که فقط موزیک مثلا میگفتم موزیک ایرانی اصلا خوب نیستی بابا هم چون معمولا خودش معلم موسیقی بوده میگفت اینا فالشن اینجوری فلانن فلان اینا بابای منم همین بود ببین بابای منم چون موزیک کار میکنه همیشه میگفت این فالش میخونه منم گوش نمیدادم دیگه من فقط موزیک دیگه چیز مثلا خیلی دیگه مثلا لایت گوش میدادم هنریک اه، ایگلسیاس بود و مثلا خولیو اینا بقیه مثلا آزی آزبورن و, و چه میدونم اینا بعد یه بار همینجور رفتم تو فایل خواهرم که تو کامپیوتر بود گذاشتم زد بازی بود و سامان ویلسون دیگه, آره دیگه. آجیلی آره دیگه همه با آجیلی شروع کردم آره دی آجیلی تا بعد اصلا تابستون کوتاه و آجیلی و اینا اصلا اون موقع زد آره. و عرفان فکر کنم خیلی تاثیر عجیب غریبی داشتن چون ایرفان که همش تو ماهواره بود موزیک ویدیو اینا داشت از اون برم یه بچه های زدبازی یه سری حرکات عجیب قریب بودن ولی زده بودن و خیلی یه فکت عجیب راجبه این داستان زدبازی بهت بگم من یادم دبیرستان بودم بعد یه فایل یکی از بچه ها برای من فرستاد گفت این فایل رو جی جی فرستاده برای داداشم بعد گفتم چیه و اینا بعد فایل رو دیدم اسم فایل بود کاپیتان برقی یادم نمیره اینو کاپیتان برقی آره کاپیتان برقی بود اسم فایله بعد من اینو گوش دادم گفتم که حالا ببین موزیکه چی بود موزیکه دقیقا تو اون اوج تایمی بود که زدبازی آهنگ نمیداد یه فکر کنم یه سال خورده ای آهنگ نداد بعد یهو ها... یا باید مثل من تو معروف باشی یهو اینو داد خب که این موزیکم لیک شد حالا من یه،, یه, حسی به میگه من فکر کنم من اون موزیک رو لیک کردم چون چون اون فایله که برای من فرستاد این بود ولی یه شکل دیگه بود ورس جی جی هم یه شکل دیگه ای بود رو اون فایله که برای من اومد این گفت جی جی فرستاده برای من من دیدم باحاله بعد منم فرستادم برای یکی از دوستام بعد کات دو هفته بعد این موزیک تو کل اینترنت بود <applause> یعنی موزیک میدونی عادی نبود باشه من فکر کنم مثلا جی جی رفیقش بود براش فرستاده بود بعد دیگه ورساشون هم فرق داشت اصلا یه ورس دیگه ای جی جی خونده بود اون تو آره اون های دو تا ورژن داشت دیگه بعدش هم داستان ما اومد آره این از اون قضیه بعد آها اینو می‌خواستم بگم ببین یه دوره ای بود توی موزیک کلی آدم عجیب غریب اومدن ظهور کردن خیلی هم کارشون خفن بود بعد یهو رفتن بیرون یکی از اون آدما سعید کرمانی بود آقا سعید کرمانی از نظر من یکی از بهترین آرنبی فارسی بود خب حالا الان دیگه نیست الان فکر کنم داره دامبولی اینا میخونه ولی مثلا اتفاقا اون, تان... اون, موقع دامبولی میخونه الان که مجوز فکر کنم گرفته بابا اون موقع یزید هشت شب خونده بود با یه پسر بهرام پی او ای بعد این بیچارم ب... اسمش با بهرام یکی بود مجبور بود ای بگه این اون بهرامه نیست ولی شبیه فلوهای اونم میخوند که اصلا فکر کنی بهرام با سعید کرمانی خونده به این کرمانی من فقط اون موزیک ویدیو که میگفت وای کی چقدر ملوسه مگه میشه منو چی؟ خب آقا من بذار یه چیزی بهت بگم آه. دیگه بخواد من میخوام من با, با فکت بهت بگم که این داستان درست نیست چجوری تتلو تو کارنامش جیگیلی جیگیلی داره خب ولی الان مثلا خب امیر تتلو خب ببین تتلو اگه عوض نمی کرد چیزشو موده چون یادت دیگه خود اون موقع دیگه حالا بچه های جدید که نمیدونن بی اعترامی نشه اون موقع به امیر تتلو میگفتن امیر تلخ طلوق یاد باشه مثلا جی, جی خودش میومد توی فیسبوکش می نمشه. روزی اگه ما با امیر تطلو کار کنیم آخر دنیاست امیر تطلو واقعا بازیش رو عوض کرد و اصلا یه چیزی خب میگم اونم میتونه کنه دیگه مثلا سامی بیگی با حسین می... اگه میتونست میکرد دیگه ببین حالا کاری نه مثلا ساسی که اون موزیکای اگه یاد بشه مثلا فکر کنم سال 89 بود تو رپ از دید مردم بهترین رپر شد ساسیمان که اون واقعا یه قول سایت های رپ و اینا بود رپ فا. آقا من ببین من همیشه به سرنوشت واسه مخته فکر میکنم پشما میریزه فکر کن یه بندی که دو, دو خیلی معروفین بعد یهو یکی میشه ساسی این شکلی هیت ترین مثل چیزی که تو یه فم و تومه و رضایا دیگه و تتلو ببین باز آقا میخواستم جلوتر به رضایا هم برسم آقا رضایا رو من خیلی دوستش داشتم یعنی به نظرم پسر معدب موزیک ایران بود یه جوری بود انگار شبیه مثلا معلم شیمیه میدونی چی میگم انگار اصلا نباید این آدم آرتیست باشه ولی ببین همین نکته رو میخواستم اشاره کنم این یه فرقی با اینا داشت که تتلو الان تطلیوه و اسمیا بقیه نیست ببین م... مثل موج دریل میمونه دیگه الان هر کی میاد یه آره دیگه یه سه چهار تا فلو هست چون دیریله فقط مثلا یاروش سرچ کنه موزیک دیریل اون موقع هم اینجوری بود دیگه برای همین تو مختره به هر حال میشنیدی اشکین رو میشنیدی یزید اشکین اشکین رو بگو اشکین خیلی 2098 تو میدونستی که رضایا با رضا پیشرو آهنگ داره آره. چون شاید یه سری از بچه‌ها اینو ندونن اسم موزیکش رو میدونی چیه؟ نه اونقدر یادم نیست اسم موزیکش نامه های خالیه میگه جواب نامه ها مدادی با نامه های خالی دا اینجوریه حالا یه فکت دیگه مجید ادیب میدونی کیه؟ مجید ادیب دو تا فکر کنم فیت با پیشو ازش شنیدم دو تا فیت با پیشو شنیدی ولی یه سم داره که الان دوست دارم یه دقیقه اگه میتونی پلی کنی یه ذره اینو گوش کنی بعد برگردیم شبروو <تصیح> بر مامان تو هم که حرف خودت رو میزنی ساکت شو نگو به سر. مامان یه دختر رو دوست دارم چرا باور نمیکنی تو اگه یه روز بزاره بذاره بره زندگی من کشیده میشه به آقا باید شنیده بودم نمیدونستم مجید عدیبه چون الانم خیلی با ادب و با استایل بابا داشت فامیلیت عدیب باشه یه همچین چیزی به خونی خیلی فوله یعنی اصلا نه مثلا دقیقا مثل من که مجلسی هم ولی شورت پامه دقیقا اینچه تو همون مایاز ببین آه. اه، این خیلی عجیب بود این موزیکه ولی آره خب مثلا مجید ادیب هم یهو با یه همچین کاراکتری با رضا پیش آین داره دیگه آره آخه فکر کنم خیلی ها واقعا نمیدونستن این اونه چون الان خیلی همچون به قول خود مجلسیه دیگه الان به واقعا آقا تو میگی دریل یا ترپ ببین من خودم ترپ رو بیشتر دوست دارم دریل چون اصلا خواستگاهش یه چیز دیگه است و اونجوری که باید شاید, شاید شاید تو چون میدونی دیگه تو حالا انگلیس و شیکاگو و خیلی اونایی که واقعا خلاف کرن و این کارن و مثلا خود پاپ سموک اومدن با تیر زدن دیگه تو 19 سالگی و البته رابطه به داستان گنگ و اینا دوزی بود به هر حال ولی خب میگم یعنی خیلی واقعا یا مثلا شعراشونو گوش میدیم مثلا میگه چاغو و فرو فلان جا فرو میکنن فلان بیستا ماسک میزنن که دیده نشه مثلا طرف خودش دیلر فلان خب اون خواستگاهش یعنی کلا همه موزیکا اینجوری یعنی ما گنگستر واقعا نداریم تو رپ فارسی اصلا میگیم طرف گنگستره خب ببین همین دیگه مثلا من الان اگه بخوام یه لیست چهار 5 نفره از رپرایی که الان تو پلی لیست من فارسی دارم گوش میدم بهت بگم قطعا یکیشون هیپ هاپولوژیست هست خب بعد سبک هیپ هاپولوژیست هم خب دریل دیگه یه جورایی خب ولی م... ولی میاد اون لالوها مثلا یهو یه چیزی مثلا قرص هم میده خب میاد یهو یه سری کارهای دیگه هم میکنه بعد حالا مثلا دریل هم هست من میگم ببین اینکه تو فقط دریل بخونی بعد فقط موزیکات یه کانتنت داشته باشه فقط یه شکلی باشه باحال نیست ببین دریل همین الان تو رپ دنیا هم دموده شده یعنی یه زمان بود که همه دریل کار میکردن دیگه مخصوصا زمانی که پاپ اسموک خیلی ترکون خیلی دریل کار کردن ولی الان دیگه نه یعنی اونایی هم که ترپ بودن دریل میکردن برگشتن خیلی اونجوری مود نیست به جز حالا اون یوکایی بازه که یعنی میدونیم ترپ هم همینجوری بود دیگه اصلا استایل زندگیشون بود بهشون اونایی که میگفتن ترپر استایل زندگیشون الان این دریل بازه هم همینه یعنی استایل زندگیشون طرف روزمرهشو رو میاد اونجا میخونه دیگه مثلا کاراشو میکنه ولی حالا راجع به سروش گفتی سروش اتفاقا همه کار میکرد وسطاش دیریل میداد حالا الان یکم یک دریلاش زیاد شده میگم دیگه یعنی وقتی بالانس رعایت کنی با حاله. ولی فقط دریل بدی یه جوریه بنام مثلا یه زمانی هست مثلا مثل زیرتونه بانکید. خب اون زمان که دیریل ویو نداشت این دیریل کار میکرد و خب این سبک خیلی جا انداخت و خب سبک خودشه استایل خودشه استایلی که خیلی ولی اینکه فقط صرف هم بیای دیریل بدی که دیده شی حالا بخوای چون دیریلامون هم سه تا ما فلو داریم بچ گاد پوری و هیپاپولوژیست و خود زیروتون وانکیت که حالا یکم بیشتر شبیه یوکی دیریله بچه‌هایی هم که میان دیریل میکنن فلوهاشون شبیه یک از این سه است. و این خیلی رو مخه میدونی آره مثلا یه تایمی که مثلا اون فیلتری که حالا بچهای وانتونز دارن رو صداشون سد... یه سری آرتیس های دیگه هم انگاه همونه مثلا من بعضیا رو میشنوم و واقعا فکر میکنم آرتای موزیک ازش اومده بیرون بعد خیلی مثلا حالا چند هم واقعا یه ذره معروفن حالا اسم نمیگم ولی واقعا عین آرتاه یعنی انگا مثلا انگا حتی تکسش هم آرتا نوشته بعد رفته اونجا خونده همین موزیک اومده بیرون یعنی میگه آقا خب بخوای همین چیزیو گوش بدی خب وانتونز از همشون قوی تره خب وانتونز گوش میدی دیگه چرا آره دیگه وقتی, دیگه وقتی دیگه چون دیگه. مثلا یه زمان بود که همه یا شایه بودن یعنی آرتسن اس جدید یا شایه بودن یا وانتونز بودن یا مثلا یه چیزی بین مثلا رضا پیشرو خب من خودت باش ما بخوایم شایه گوش کنیم که شایه رو داریم وانتونز بخوایم وانتونز رو داریم یعنی تو داری سبکمون رو اداشو در میاریم خودشه خب ما میریم خودشو گوش میدیم نمیایم آقا تو خودت مثلا دیس و اینا که اتفاق میفته بین حالا آرتیست های مختلف ترجیح میدی که یه دیس خیلی قوی از یه آرتیست بشنوی به یه آرتیست دیگه یا اون دوتا آرتیست با هم دیگه همکاری بکنن ولی همکاریشون خیلی قوی نباشه ببین من ترجیح اینه که با هم همکاری بکنن راستش رو چون واقعا دیگه حالم داره دیست به هم میخوره یعنی تو این دو سال گذشته فکر می تقریبا هر دو ماه یه بار ما دیسترک دشتیم. خب ببین این داستان یه ذره به مارکت هم ربط داره دیگه خب ببین مثلا تو وقتی میای یه ترکی میدی که داری یکی رو دیس میکنی خب ویو میاد باهاش وقتی ویو بیاد باهاش پول میاد باهاش بعد دوباره از اون ممکنه بری تو تیم اونایی که دشمن اونن دوباره با اونا کار کنی یه میون بر دیسه یعنی تو مثلا اگه 10 تا آلبوم لاون بدی بیرون شاید اون اتفاقی که با یه دونه دیس به یه گروه قوی یا یه شخص قوی بدی بیفته برات نمیفته ببین اونو قبول ندارم یعنی ار آره ها اتنشن میاره تو مثلا میری میبینی پیج رپی زده دیسه مثلا نمیدونم یعنی چی, چی دوغوز آبادی مثلا به زدبازی یا مثلا فلان دوغوز آبادی به پایدار میدونی حالا بیادبی نباشه ها چون اصلا منظورم که اصلا نمیدونی اسم چی هست اون فقط باعث میشه که تو رو اون پسته کلیک کنی و یعنی نمیری طرف دنبال کنی مخصوصا اگه دیسترکه خوب نباشه میدونی یعنی یه کس که تو داری میندازی حالا ممکنه تو رو خط بسته باشی ولی شیر بیاد میدونی مهم اول آخرش کار خودته یعنی کار خوب دیده میشه یعنی قدیم زمانی هم که پاپولوژیس اومد اون زمان خیلی از ها بچهای نسل چهار که اون موقع داشتن بولد میشدن همین کارو میکردن یعنی به کل اصلا دیگه مود شده بود به کل رپ دیس میدادن یعنی طرف میومد از هیچ کس تا زد بازی و میزد و فقط همون ترکش که مثلا ای دو تا تیکس و اینا مثلا چهار تا فوش می و اینا این پرشه میگیره ولی سروش این کارو نمیکرد سروش میومد کارش هم خوب بود یعنی کار انقدر باحال بود دست به دست میشد نه تیکه خاصی به کسی بود نه هیچی میدونی برای همین اون یه من به بچه که حالا باشون حرف میزنم میخوام بیان تو این کار اینا میگم میگم اون دیسه خیلی هم اگه خوب باشه یه راه یه شبه است که ادامه دار نیست میدونی یعنی اینجوری میری سر بالا زبون، سر زبون میفتی بعد سریع هم خاموش میشه دیگه آره دیگه مثل بادکنک میری بالا یهو تاش یه سوزن میخوره بهت وقتی تاریخ مصرف آهنگ میگذره و میفتی و مهم اینه که تو تو کریر چی داری برای همین که مثلا یکی مثل سروش الان اسمشو همه میبرن چون کریر داره میدونی حالا دو تا دیسترک هم وسطش داده ولی اینکه کریرت فقط دیس فلانی بهمانی هستن پربازی ترین مثلا آهنگ دیس فلانیه که خب اصلا یعنی چی ببین حالا میخواستم اینو ازت بپرسم معمولا دیدی سوال میپرسن که آقا زدبازی یا پایدار فلانی یا فلانی فلانی من اینجوری نمیخوام بپرسم من میخوام به دو تا دیس دو تا میخوام برات بذارم یعنی دو تا بتل تو بگی کدوم بتل قوی تر بود کلا دیسترک زدبازی به پایدار قوی تر بود یا هابیل و قابیل یعنی کلا اون گیم باحال تر بود یا هابیل و قابل؟ من هابیل و بیشتر بودم منم بیشتر بودم آه، خیلی, خیلی هم بودم کرد. آره حابیل و قابیل و بود آره اصلا ببین اسمش هم کلا یه جوری بود که اینونه تو ذهنت دیگه ببین آخه زد بازی و پیش رو مثل استقلال پرسپولیس رپ هست یعنی تو همیشه میدونی که اینا رقیب همن و با هم بازی میکنن حالا کی میبره با حاله ولی خب پایدار زد بازی مثلا اگه طرفدار قدیمی باشی اینا یه جوری تو هم گره خورده بودن چون سبکشون خیلی میشه گفت نزدیک به هم بود چون اون موقع مین استریم خیلی نداشتیم یعنی بچه ها خیابونی تر بودن تو پارتیا بیشتر یا پایدار بود یا زدبازی دیگه یادت دیگه میدونی و خیلی مین اونا بیشتر مین بودن و یه جورایی انگار راهشون مثل هم بود یعنی انگار یه راهو میرفتن با هم هم فیت میدادن از اونور ارفان عرفان میومد تو انگ جی جی از اونور هیدن میرفت تو انگ عرفان و اینجوری و اصلا وقتی اینا اینجوری خوردن به هم اصلا من خودم حالا بچه شد چون هم سامان یعنی بچه زدبازی من خیلی دارم هم پایدار چون کلا کریر من و اینا ساختن با اینا بزرگ شدم و اصلا هرس میخورن مم. ببین من دیسترکی که یه و صبح بیدارشی اومده باشه بیرون رو دوست دارم دوست ندارم یعنی دوست ندارم بخور تو صورتت ده... مثل آره ده. مثلا دارم بهت میگم اتفاقی که بین زدبازی و پایدار افتاد یه چیزی تو این مایا بود دیگه یه شب مثلا نشسته بودم تو خونه یهو دیدم ارفان یه دونه پست یه دونه چیز گذاشته که راکستار بعد داشتم یه ذره با اون کنار میمادم یهو عروس اومد خب اینجوری اینجوری نبود که مثلا آمادت کنن خب من الان میپزمت الان میخورمت الان میکشمت خب یعنی یه آجی اصلا دوره، دوره حال خودتی یه موزیکه میاد رو میزت اینجوری خیلی, خیلی خفنتره تا اینکه حالا هی بازار گرمی بشه و داغ بشه و حالا الان ببین اخوان خب یه سره. دلیل علمی داره تو وقتی انتظار ایجاد میکنی این احتمال اینکه شکست بخوری بیشتره آره دیگه انتظار ازت رفته بالا دیگه آره, آره. برای انتظار. همین انتظاری وقتی انتظار نداری سپرایز میشی خیلی, خیلی خفن آره. یکی راست. بدونه میخوای واسهش تولد بگیری ممکنه بیاد تولده مو با کلی تصویر سازی کرده میاد میبینه اونجوری نیست حالش ولی وقتی انتظار تولد نشه با یک کیک سادم سپرایز آره. میشه خیلی دوست داری که آها فرض کن که به یه آدم غیر ایرانی میخوای یه دونه آرتیست یا یه دونه ترک ایرانی رو معرفی کنی بگی آقا این رپ فارسیه چی براش میذاری؟ از کی میذاری؟ سخت شد آره ببین خب خیلی سخته چون با خارجی بعد موزیکی بذاری که وای بشو بگیره چون آره. معنی که اصولا چیزی نخواهد فهمید و یه موزیک من اول خواستم بگم هیدن بعد گفتم هیدن رو شاید وایبشون نگیره طرف برای همین یکم سخت هم سختم شد اگه بخوام وایبی بذارم 100 صد درصد بچه نسل 4 میذارم واسهش من از کچی بیتس میذارم 100 درصد آفرین من صدای اگرم بخوام یه ترک بذارم شاید درد سرش با بهزاد لیتو رو بذارم آفرین آقا من یه پارتی توی این پادکسته دارم حالا اگه حال کردی حالا بال بود تایم داشتیم میتونیم اینو زیادم بگیریم حالا دو هفته یه بار سه هفته یه بار اینجوری میتونیم بگیریمش ببین توی این پارت دوتا موزیک قرار من بهت معرفی کنم اون یه دونه شتی که گذاشتم که هیچی اون نبود تو منم یه شت دارم بذار من یه شت واسات بذارم یا 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 یا

خانوم ای دختر خانوم این کارو نکن به مردم نده خودت به در میدونی اینجا هستش ویرون نداریم از این رسم تو مملکت مون مردم جمع ندارن تو رو با غافیه هاش اونه به خیلی غلطه بذار بزر... ایرون دیدی با چی قافیه کرد خب ببین من سمی که برات آماده کردم خب یه همکاریه تو اون موزیک آقای و شنیدی که میگه اگه تو اپیشم بری دنیا دق میکنن از چند جا داشتم رد میشدم پلی بوده <applause> خب. خودت نذاشتی نه <applause> خب نه من دلوقتي. یه فکتی رو بگم من دیدی مثلا من واقعا اصلا موزیک پاپ نمیتونم گوش بدم یعنی خب تا حالا شد. تو گوش خودم پاپ پلی نبود یعنی این ورم شاید بشنوم ب... حال بکنم یه غیری بدم ولی داری این با یا ساهنگ داره نه بابا بعد موزیک دامبولیه علیرضا امیر قاسمی پراجکت یعنی پروژه مال علیرضا امیر قاسمیه ببین انقدر شت بوده من یادم نبوده اصلا آقا اصلا من اینو باورم نمیشه چیزی که رو تصویر دارم میبینم سامان فیت یاس <تصفح> بعد اه... تپش رکوردز شاید موزیکای سریالای مارمزونه همه <تصفح> بازم کمه بازم کمه آقا این بازم کمهش که اسکیه یه موزیک دیگه داشتیم بازم کمه بازم شهریار بود کی بود؟ شهریاد بود دادش بهت میگن پاپ بازی نمیگی بیا ببین میگه حالا باز اومدن اینجا حالا سامانه پس از برودت نفس رو بوده شده از هم تو بودی که ازت زروده بعد حالا این دقیقا یه سری ها میگن که مثلا حالا انتقادی که به یاس میشه میگن آقا تو داری همش اجتماعی میخونی و دپ میخونی و اینا دیگه شاد بخونی ازت نمیپذیرن خب این بابا بیچاره سعی کرده شاد بخونه نشد نمیتونه دی... ببین ببین من دومی و میخوام یه چیزی برات بذارم که حتی خود این شخص هم یادش نیست یه همچین داستانی تو کارنامش داره و یه ذره نیاز دارم این قضیه رو براتون باز کنم ما راجع به شخصیتی به اسم سعید کرمانی صحبت کردیم سعید کرمانی با یه رپری فیت داره و یه موزیکی رو بازخونی کرده که من الان بهت بگم باورت نمیشه فقط میتونم بهت هینت بدم که موزیک منگه اگه نباشم کامران هومن رو سید کرمانی خونده دوباره خب حالا فکر میکنی که با چه رپری همکاری کرده رپره الان یه ذره فید هست ولی رپر خیلی قویه میتونم یه راهنمایی هم بهت بکنم بکن <applause> البته, خ... البته, البته, میفهمی با تیک تاک آهنگ داره فیده با تیک تاک آهنگ داره با خود بکس تیک تاک امیرالی آه... تو دقیقا بابا نگو. سعید،, سعید کرمانی فیت امیر علی A2 به اسم من اگه نباشم حالا شما داری تو یوتیوب سرچ میکنی ولی تو یوتیوب نمیاره معلومه میفرست معلوم میفرست. چرا دیگه نه نه نمیاره بهت میگم سم اینیه که بزنی تو یوتیوب هم برات نیاره آقا جدی جدی واقعیه بابا واقعیه شوخی ندارم با حالا گوش کن بذار بره جلو هستی وای بشو یا نه چطوره ببین یه چیزی بهت بگم <applause> من بچه که بودم کامران هومن رو دوست داشتم بابا کامران هومن قوی بودن جدی اون موقع آره چون مثلا تو موزیک های پاپ مثلا چه هم نمره 20 کلاس و موزیک ویدیوهاشون هم باحال بود بعد مثلا موهاش بلند بود مثلا تیپ مایکل جکسونی می‌زدن و اینا آره دوستشون برای با این من مثلا یکی از تنها پاپایی بود که دوست داشتم اون موقع <applause> داره ناله میکنه میگی آقا دارم, دارم بهت بخون. آقا دارم بهت میگم میشینه رو صداش برو برو ایتو رو گوش کن داره ناله میکنه ایتو رو گوش کن قور نزن <تصفح> بیا والا موزیک اصلا سویت شد اصلا یه چیز دیگه است اصلاً, اصلاً, اصلا یه چیز دیگه است داره دیوونه بازی در میره و واقعا خوب داره میخونه یعنی انگلیسی داره مثلا 15 سال پیش اینو خونده واقعا داره قوی میخونه آره توی که باحال بود انگلیسی نمیاد رو این ولی آخه مثلا اون داره میگه من من بی تو می میرم بعد میاد the first is a minus the first is a اینجوری ها او متاسفانه فایشی خونه جنگلی پیدا نشد منطقی هم هست پیدا نشه بابا من دا... فایش خونه جنگلی تو اگه جنگلی به من, من میسپردی برات همین الان آورده بودمش پیدا نشد نداری من هر موزیکی به من بگی تو اینترنت برات پیدا میکنم منبعات اشتباهه ببین من یه زمان چیز بودم همه رو داشتم هاردم سوخت آقا ما قرار بودش که من چون خیلی اصلا با هم دیگه هم نکرده بودیم قرار بود دو تا موزیک تو بذاری خب ولی دیگه فکر کنم خیلی زی طولانی آره اصلا نمیذارم گفتم آجی موزیکایی که تو گذاشتی اصلا ببین سم یه داستان خاطر بازی هم داستان چون این سری آهنگای قدیمی هستن که تقریبا فراموش شدن و واقعا حیفن خب بچا دم شما هم مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین امیدوارم که لذت کافی و وافی رو از این ویدیو هم برده باشین حتما برام بنویسین که دوست دارین تو پادکست‌های بعدی و موضوع‌های بعدی راجع به چی صحبت کنیم. و چه موزیکایی رو بیاریم اینجا باس کنیم اگه چند رو هم تا الان سابسکرایب نکردین همین الان این کار رو بکنین دمتون گرم فعلا خیلی چاکران